همراه ما باشید تا سری جدید سفرهامونو به کشورهای آسیایی آغاز کنیم. مقصد ما واشنگتن، به لندن، روم، تایلند و چند کشور آسیایی دیگه است. خب اینجا پر از این بستنی فروشی هم هست. یکیش هم اینجا میبینید لاهوری قلفی که آقای متصدی بستنی هم اونجا خودش وایستاده. طعم‌های مختلف و منتها خب دیگه حالا جرأت داری که کی اینا رو بخوره. حتما خوشمزه است ولی خب از عواقبش ما باید یه مقداری بیشتر دقت بکنیم. بله و اینجا اشینی فروشی و نمیدونم چیزهای مختلف. این راننده ها، اتوبوس ها، راننده و پلیس ها ارسونم که هر چی رو اینجا میبینم. حالا این منطقه نمیدونم چه جوریه که همش در واقع همینا هستن. یعنی ما یه انگلیسیه که مثلا اگر تو فیلم های قرنه نمیدونم 14 دیدیم در نتفلیک، اصلا همچین پدیدهی مطلقا من که ندیدم هنوز. و افرودگاه تا اینجا هم راه زیاد بود با مترو، هیچ اونجا هم ندیدم. من نمیدونم، حالا گفتم اینجا نخست وزیرش از پاکستان الان انتخاب شده، اون باعث شده که اینا اینقدر زیاد باشن یا اینا زیاد بودن که اون اتوش نخست وزیر شده، نمیدونم. در هر صورت منطقه کلن این منطقه اسمش هست ایل فورت، آی ال اف او آر تی، و همطور که میبینید لباس های محلی پاکستانی و هندی هم فراوون هست و تعمیرات موبایل و برای شیشه شکستن نیم ساعته عوض میکنند و خلاصه همون کارهایی که ما در ایران دیدیم اینجا فراوون هست. انگار که توی میدون کرج داری راه میری و دقیقا سبکش به همین شکلی. و البته برای من جالبه، من لذت میبرم از تماشای اینها. الان این ماشین شما ببینید رانندهش اون ور نشسته و از اون طرف داره میاد، این باعث میشه که آدم یه مقداری سردرگم بشه که حالا ایشون داره دنده عقب هم پا خدا میدونه چجور اونوری نشسته، داره دنده عقب میره تو پارک. من اصلا تجسمش هم برام مشکله و خیلی طول میکشه تا آدم عادت کنه. این هم که سلمونیه که دوستان تو صف آرایش هستند و عرض کنم که بله دیگه، بله این منطقه ایلفورت. حالا برای من که خب اولین بار اومدم و هیچ شناختی هم ندارم، میشه فرقی میکنه حالا کجای شهر باشم، همینه. و وقت بیشتری باشدم مناطق دیگر هم میره میگرده و پیدا میکنه. حالا این بالا نوشته ایلفورت که مشخص که دیگه بر این منطقه. این ساختمون بلند هم که دارید میبینید شیشه های به این قشنگی داره، من نگاه کردم تمام شیشه هاش رخت آویزونه، انگار که فکر کنم همه این منطقه توی ساکن هستن اینجا. و رخت ها رو از کنار پنجره آویزون کردم، حالا سعی میکنم فیلم بگیرم نشون بدم. اینم باز یه بستنی فروشی دیگه از دهلی. و عرض کنم که بله این تا اینجا فعلا داشته باشین تا برسیم به اون داخل و ساختمونه. این کیوسکای تلفنم اینجا همچنان هست و کارم میکنه، با کارت میگنید و 1.99 نوشته میتونید اگرش استفاده بکنید، تقریبا 2 پوند میدید و استفاده میکنید. اینم از تلفن که خب امروز شنبه 8 جولای هست، ساعت حدود 11:30 صبح که اینجا یکی از استیشن های اصلی مترو هست، یکی از 10 استیشن اصلی هستش که مرکز تقاطع چند تا
قطار حرفش در لندن که اسمش از واترلو آندرگراند استیشن. و اینجا بعد از اینکه من تو دو تا قطار عوض کردم مترو، حالا میخوام وارد اون قسمت لندن آی که همون چشم لندن به اصطلاح و چرخ و فلک بزرگ هست و یک دونه اون کروک یا کشتی که توی رودخونه همون پایینش حرکت میکنه و یه توری رو نشون میده، اونجا رو هم دارم میرم. و عرض کنم که این دوتا بلیت $15 برای چی گرفتیم، کروز یا کشتی، و برای لندن آیم چندین گزینه بود، گزینه $60ش که دیگه صفم وای نمیستید و یه قرد وارد چی میشید اون تو یه پذیرای شامپاینم داره و یه مقداری حالا حالتش متفاوت بود، ولی با 35-6 پوند هم بود که به هر حال این رو چون تجربه خاصی هست که دیگه مایه خورده بیشتر مایه گذاشتیم. بله، حالا باید پیاده بکنم 7 دقیقه تا اونجا راه. و گفتم این منطقه دیگه مثل منطقه دیروز که خیلی پاکستانی و هندی بود تو منطقه، دیگه اینجا خیلی متنوع‌تر شده و خیلی قیافه ها اروپایی تر شده و اینجا در واقع منطقه مرکزی لندن میشه. خب پا اینجا رو داشته باشی تا من راهمو پیدا بکنم و برم نرسی که لندن آی که شدم، چون نمیدونم کدوم جهت باید برم، اونجا دوباره گوگارش مفکر کنم. خب ما از اون ایستگاه که اومدیم بیرون همین چند قدم که حرکت میکنید به اولین تقاطع، وقتی که برمیگردید این در واقع چرخ و فلک بزرگ رو میبینید، اسمش چیچلی استریت. و خب اینجا دیگه خیلی مدلش متفاوته با منطقه که دیروز بود و خیلی انوار توریست و اینها متفاوته. من حقیقتا همطور که الان دوستمون آقا بهرام میگفت، میگفت لندن و یه روز دو روز و نمیدونم یه بار دو بار و اینها کمه، حداقل باید 10 بار بیای و دستی کم یه ماه هم باید بگردی تا بتونی شاید همه قسمتاشو ببینی. و بله منم موافقم، خیلی جذاب شهر به خاطر اینکه خیلی شبیه همه شهرهای بزرگ دیگه هست. شما یه احساس خاصی دارید، مثلا اصلا شبیه واشنگتن نیست ولی خیلی شباهت به نیویورک داره، خیلی شباهت به استانبول، شاید تهران و شهرهای بزرگ دیگه که شروع بلوغه. اما به خاطر تاریخی و اصالتی که به هر حال انگلستان دارد، شاید من بگم که این تمدن جدید بشر بعد از قرون وسطی یکی از چیزهای اصلیش شاید انگلستان باشد. و ما فیلم‌های 14-15 قرن پیشش رو که می‌بینیم، اون دیسیپلین و نظم اداری مرتب و اون عرض کنم که نظم و ترتیب و ادب اجتماعی رو آدم می‌بینه. یه مطلب دیگه هم عرض کردم، مسئله زبان دیگه. به هر حال اونی که تو آمریکا بوده مشکل تکلم و اینها دیگه نداره و متوجه میشه، اینجا خیلی راحت تر از شهرهای دیگه اروپایی هستش براش، به خاطر اینکه دیگه همون جوری میخونه و مینویسه و صحبت میکنه. و در صورت که مثلا بری توی پراگ یا بری چه میدونم تو ورشو یا بری توی سوئیس، اینجوری نیست، یا باریس، خیلی متفاوت.
اصلا نمیتونی بخونید شما نوشته. حالا معنیشو کار ندارم. بله خب بریم ببینیم که این بلیتی که ما گرفتیم ورودیش کجاست و چه کارتش به چه شکلیه. بله اینجا خیلی خیلی جای حس عالی داره و ما هم بگویم که چرف و فلک باشیم ببینیم که اینجا چیه. اون برم یه دونه پول میخوش که اون پولم دیدنیه که حالا این ویدو عرض کنم که اون برم دوباره خیلی این منطقه منطقه ای که چقدر ببینه حدود یارفیه خوب شنبه شروع هستش برم خیلی بازم. خب این اتمسفر پایین این لندن آی و این ساعت بیگ بن و اون در واقع کاخ فکر میکنم ناتینگ هام فارر اکمش حالا باید ببینم چیه. و این اتمسفر این پایین دقیقا همون چی که در برج ایفل هم مشاهده بودیم و این وجود دموکراسی و آزادی خوشحالی مردم توریست‌ها و جو شادی که اینجا هست اون بیشتر آدم رو تحت تأثیر قرار میده و من خیلی خیلی اوقات خوبی رو اینجا تجربه کردم و خب بریم ببینیم این آقا که معرکه گرفته اینجا چی رو داره نشون میده. You